روزنامه رسمی یکی از کشورهای اسلامی نوشته بود، شاید دیده باشید، خود من خوندم، نوشته بود در این کشور معدل هر 4 دقیقه بیش از 1 طلاق هست. نه 4 ساعت، نه 4 روز، هر یه دونه ازدواج که میشه گاهی چند سال طول میکشه تا این ازدواج تحقق پیدا کنه. وقتی اینجور طلاق و اون چیزهایی که مرتبه بر طلاق میشه، از مفاسد اخلاقی، مفاسد عقیده، مفاسد اجتماعی، مفاسد اقتصادی، مفاسد سیاسی، درگیری ها، منتهی به کشتن میشه، منتهی به اعدام میشه، منتهی به چی میشه. یعنی هر ساعتی 15 تا طلاق، نوشته بیشتر، و نوشته بود در شهرهای بزرگ این آمار باز بیشتره. حالا بیا هی قانون وضع کن که محدود کن اینو. الان شاهد هستید کشورهای اسلامی متاسفانه هیچ کم شده یا داره زیاد میشه. همین جایی که نوشته هر 4 دقیقه بیش از 1 طلاق، پارسال کمتر بوده، 10 سال قبلش کمتر بوده، همچنین داره زیاد میشه. و قانون جعل کن مهر رو محدود کن. اولا مگه اسلامی مهر محدود کردن؟ اون که به غصب جای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود اعلام محدودیت مهر کرد، از پایین منبرش یه دونه زن جواب بهش داد، گفت قرآن فرموده این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذ من شیئا، پس معلومه چه جایز قنطار بدن، آخرش هم فایده نداره. حل این نیست، زیربنا خرابه، زیربنا ثقافت غدیره، او رفته از بین، سقف ترک برداشته، بارون میاد آب میریزه رو زمین، هی دستمال کاغذی برداره این تریه رو پاک کنه از زمین، به کجا میرسه آخرش؟ فردا این شکافه بیشتر میشه، حالا با یه دونه دستمال کاغذی این قطره ها رو پاک میکنی، فردا با 100 تا دستمال کاغذی هم دیگه نمیشه پاکش کرد. چارش نباید بینید از کجا داره میاد، این جلو اونو گرفت. زیربنا رو باید اصلاح کرد. زیربنا همونیه که ائمه علیهم السلام فرمودن، خود امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودن، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله مکرر گفتن، نقل کردن که اگه علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب یعنی فرهنگ علی ابن ابی طالب، یعنی ثقافت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، این تو جامعه پیاده بشه، لأکل الناس من فوقهم و من تحت.